من منتظر نمی مانم تا اتفاقهای خوب به سمتم بیایند. رویدادهای خوب را خودم رقم می زنم. در عمیق‌ترین نقطه قلبم به دنبال دانه‌ای هستم تا آن را بارور کنم و زیباترین گلها را به دیگران هدیه بدهم. از گذشته خود درس می گیرم، در امروز زندگی می کنم و به فردای خود امیدوارم. برای سخت‌ترین اتفاقها آمادم، اما انتظار بهترین ها را هم دارم. هرگز زندگی خودم را قضاوت نمی کنم. از طبیعت الهام می گیرم. چرا که روشن‌ترین دقایق روز پس از گذر از تاریک‌ترین دقایق اتفاق می افتند. تغییر جهان در گروه تغییر تک تک افراد است. برای داشتن زندگی بهتر از تغییر خودم شروع می کنم. مانند کسی که بدون استفاده از کلمات هم آواز می خواند، هیچ چیز متوقفم نمی کند. حتی وقتی همه چیز از بین می رود، تنها امید در کنارم می ماند. بهترین روزها، بهترین خاطرات و شیرین‌ترین احساسات آنهایی هستند که هنوز فرا نرسیدند. به خاطر شکست‌های گذشته، لذت چشیدن طعم آنها را از دست نمی‌دهم. وقتی در زندگی با شکست مواجه می‌شوم، دو راه بیشتر پیش روی ندارم. یا اینکه بگذارم این شکست ها من را کنترل کنند و آینده مرا هم از بین ببرند، یا کنترل آنها را به دست بگیرم و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنم. خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟ فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید. با شماست که کنترل مغزتان را به دست بگیرید و به تمرین احساسات در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید. آرزوهایت را یادداشت کن. خداوند آنها را فراموش نمی کند. اما تو از خاطرت می رود. آنچه امروز داری خواسته دیروزت بوده است. با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است. مادامی که به آن بهترینی که در وجودت است وفادار بمانی، موفق خواهی بود. برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم. کسانی که درونم را می بینند، برایم کافی اند. برای آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت می کنند، حرفی ندارم. با خود می گویم، بگذار همان بیرون بمانند. شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک می تواند همه دیروزهای از دست رفته را جبران کند. هرگاه شما در وجود خودتان امنیت داشته باشید، شما نه می خواهید و نه احتیاج دارید که دیگران مثل شما باشند. در مقابل سختی ها همچون جزیره‌ای باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمیتواند سر او را زیر آب کند. شهامت همیشه فریاد زدن نیست. گاهی صدای آرامی است که در انتهای روز میگوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد. من به بدبختی ها و چیزهای بد فکر نمی کنم. تنها چیزی که به یاد می آورم زیبایی هایی است که باقی می مانند. به یادتان می آورم
تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمی محبت اوست. پس محبت کنید، چه به دوست چه به دشمن، که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم. زندگی زیباست. فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش، صبح باشد یا شب. بس رو امید نه وقت می شناسد نه موقعیت. هر وقت بکاری شبیه لوبیای سهرامیز با اولین طلوع آفتاب خواستن جوانه می زند و تا آسمان موفقیت و توانستن اوج می گیرد. هرگز ناامید نباش. ناامیدی تیشه بیرحمی است به جان ریشه شعور و خوشبختیت. پس تا دیر نشده بذر جادویی امیدت را بکار و معجزه هایت را درو کن. وقتی شما نگران هستید، یک تصور غیر واقعی از آینده را در ذهن خود ایجاد می کنید و اعتقاد به این تصور موجب ایجاد احساس منفی در شما می شود. به عبارت ساده تر، شما بدون هیچ دلیل قابل قبولی خودتان را از آینده می ترسانید. نگرانی را از خود دور کنید. در زندگی با امید زندگی کنید و اجازه دهید انرژی های مثبت وجودتان آزاد شود. نگذارید امواج منفی قدرت فکر و اراده و پشتکار شما را مسدود کنند. زمستان نوید دهنده بهار است. آسمان پیش از طلوع تاریک ترین است. طوفان هر قدر سهمگین تر باشد، رنگین کمانش درخشان تر است. روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها می آیند. امیدتان را از دست ندهید، چون هرگز نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست. زندگی هزاران پنجره دارد. یادم هست روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم. احساس کردم میخواهم گریه کنم. و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم. احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم. عمر کوتاه هست. فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره های زندگی را ندارم. تصمیم گرفتم فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم. و آن هم پنجره امید است. درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت در زدن داشته باشند. جسارت داشته باش. با امید، با عشق، با محبت، با تلاش در بزن. حتما درها گشوده خواهند شد به سوی روشنایی. هرگز تسلیم نشوید. معجزه ها هر روز رخ می دهند. شاید فردا روز شما باشد. سکوت نکن، زمزمه کن گاهی. قدم بزن در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن. این آبی بیکران مال تو نباشد، پس مال کیست؟ وقتی آنچه را میخواستی به دست نیاوردی، افسرده و ناامید نشو، توکل کن. چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست. نهنگ یونس را نخورد. کارد اسماعیل را نکشت. آتش ابراهیم را نسوزاند. دریا موسی را غرق نکرد. آری، اگر او بخواهد همه چیز ممکن است. ناامید نباش. یادتون باشه عکس‌های یادگاری و دوست داشتنی در تاریک خانه ظاهر میشن. اگه یه روز خودتون رو توی تاریکی و تنهایی دیدین، بدونین که خداوند داره براتون عکس‌های قشنگی رو چاپ میکنه. در پناه حق باشید.